با سلام به شما دوستای خوب و عزیز. امروز میخوام در مورد توبه یه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم و اینکه وقتی معمولا کلمه توبه رو میشنویم یا بهمون میگن توبه بکن، اکثر مواقع یا میگم همیشه معذرت خواهی یادمون میفته. فکر میکنیم باید معذرت طلب بخشش بکنیم به خاطر گناهانمون، به خاطر کاری که کردیم یا هر چیزی که هست باید طلب بخشش بکنیم. ولی میخوام یه خورده عمیق‌تر به این کلمه توبه نگاه بکنیم برای اینکه ببینیم چطور این کلمه میتونه زندگی ما رو تبدیل بکنه. و بارها ممکنه خیلی وقتها گناهی کردیم، نااطاعتی کردیم، خطایی کردیم و میایم از خدا طلب بخشش میکنیم. میگیم خداوند منو ببخش، حالا نمیدونستم این کارو کردم، میدونستم کردم ولی میخوام منو ببخشی. و بعضی اوقات یک سری چیزها بارها تکرار میشه و فردایش دوباره میگیم خداوند منو ببخش به خاطر اینکه دوباره تکرار کردم. دو سه روز بعد دوباره همون اتفاق، سر همون موضوع دوباره ما مشکل داریم و همینطور اتفاق میافته و بعد از یکی دو ماه ما 20 بار برای اون موضوع معذرت خواهی کردیم و طلب بخشش کردیم و بعد از یه مدت دیگه یه جورایی برامون چی میگن پوست کلفت میشیم نسبت بهش و میگیم که خب من که دیگه با چه رویی برم از خدا طلب بخشش بکنم. یک شرمندگی در ما ایجاد میشه که نمیدونیم، حتی نمیخوایم بریم به حضور خدا بگیم به خاطر این چیز منو ببخش. و در نتیجه چیکار میکنه؟ ما رو از در ارتباط بودن با خدا دور میکنه و این یک مشکل خیلی بزرگیه برای یک ایماندار که نتونه با خدای خودش، با پدر آسمانی خودش در ارتباط باشه به خاطر اینکه یک گناهی هست و یک نااطاعتی هست که باهاش کلنجار میره و باهاش مشکل داره و نمیتونه بر اون غلبه بکنه. حالا اگه برگردیم به کلمه توبه نگاه بکنیم در کتاب مقدس، توی اونجایی که عیسی میگه که توبه کنید که پادشاهی خدا نزدیکه. اون کلمه توبه اگه بخوایم به ریشه یونانیش نگاه بکنیم در واقع معنی طلب بخشش کردن و معذرت خواهی رو نمیده. در واقع اونجا اون کلمه معنیش تغییر طرز فکره. میگه طرز فکر خودتون رو تغییر بدید که پادشاهی خدا نزدیکه. چرا که عیسی میخواست بهشون یک پادشاهی دیگه رو معرفی بکنه، چرا که یهودیان اون موقع منتظر یک پادشاهی دنیوی بودن ولی عیسی میخواست بهشون بگه که این پادشاهی که من دارم در موردش صحبت میکنم پادشاهی نیست که شما بهش فکر میکنید. برای همین میگه فکرتون و طرز فکرتون رو تغییر بدید، توبه کنید، تغییر طرز فکر که پادشاهی خدا اینجاست، نزدیکه. باید طور دیگه‌ای به این داستان نگاه بکنیم. و اگه بخوام مثال بزنم، اونجایی که زن زناکار رو میارن پیش عیسی و به عیسی میگن که این زنا کرده و طبق شریعت موسی باید سنگسار بشه. عیسی میگه اوکی، طبق شریعت موسی باید سنگسار بشه، پس اولین کسی که میخواد سنگ رو بزنه کسی باشه که گناه نکرده. و میاد همه میرن، سنگا رو میندازن و میرن و عیسی میگه تو بخشیده شدی. اینجا حداقل تو کلام خدا نمیبینیم نوشته باشه که زن معذرت خواهی کرده به خاطر کارش، به خاطر گناهی که کرده، ولی عیسی میگه تو بخشیده شدی و برو دیگه گناه نکن. و دزد بالای صلیب یکیشون مسیح رو متهم کرد که تو اگه واقعا مسیح هستی خودت رو آزاد بکن، ما رو نجات بده. و اون یکی دزد میگه که چرا بهش اینطوری میگی؟ ما حقمونه که اینجا داریم مصلوب میشیم ولی این شخص حقش نیست، این بیگناهه. و از مسیح میخواد که او رو به یاد بیاره. اون دزد دوم نمیاد به مسیح بگه منو ببخش به خاطر گناهانم، منو ببخش به خاطر دزدی که کردم، منو ببخش. در واقع اون بیانی که کرد، اون کلامی رو که اعلام کرد نشون میده که اون دزده طرز فکرش نسبت به مسیح و عیسی مسیح عوض شده بود و او رو طور دیگه میدید، برعکس اون یکی دزد. و وقتی میگه منو به یاد بیار، عیسی میگه من تو رو به یاد میارم، با من خواهی بود. پس اینجا نشون میده که خدا مشتاق معذرت خواهی های ما و طلب بخشش کردن های ما نیست، بلکه یک چیزی عمیق تر از ما میخواد، بلکه میخواد طرز فکرمون عوض بشه و ما رو تبدیل بکنه، نه اینکه همون انسان باشیم، همون کارا رو ادامه بدیم اتوماتیکوار، فقط هی بیایم بگیم معذرت خواهی کنیم، بگیم منو ببخش. خدا بیشتر مشتاقه که ما رو تبدیل بکنه، ما رو به شباهت خودش در بیاره و برای همینه که میگه ذهن شما باید هر روز تازه بشه. ذهنی که ما داریم، ذهنیتی که ما داریم، یک ذهنیت طبیعی و دنیویه. چیزایی هست که بهش عادت کردیم، چیزایی هست که نرمال و طبیعی به ذهن ما میاد. وقتی در مورد یه چیزی صحبت میکنیم، خیلی وقتا در مورد اون موضوع همش یه طرفه نگاه میکنیم و یه طرفه یه دید خاصی داریم که به خاطر اینکه اون دید رو به ما حالا یا قبولوندن یا اینکه از طریق تلویزیون چیزهای مختلف به ما اون چیز اومده و اون رو باور کردیم، در صورتی که پادشاهی خدا با پادشاهی دنیا فرق میکنه. برای همین میگه فکرهای خدا با فکرهای ما از زمین تا آسمون با همدیگه متفاوته، به خاطر اینکه واقعا طوری که پادشاهی خدا کار میکنه خیلی متفاوته نسبت به اون پادشاهی که ما بهش عادت داریم. و وقتی که وارد پادشاهی خدا میشیم، ما هستیم که باید خودمون رو تطبیق بدیم با کلام خدا و با اون چیزی که خدا اعلام میکنه و اون در واقع میگیم پادشاهی. پادشاهی یعنی چی؟ یعنی واقعا یک فرمان روایی هست، یک حکومتی هست، یک پادشاهی هست که ما میایم در اون پادشاهی قرار میگیریم. میگیم از پادشاهی تاریکی به پادشاهی نور اومدیم. در پادشاهی تاریکی خیلی چیزها بود که خوب نبود یا طوری که باش برخورد میکردی، مثلا میگن چیکار بکن اگه کسی از تو میدوزه تو هم بدوز ازش، یا کسی اگه مثلا کلاه برداری میکنه تو هم سرشو کلاه بذار، حق بشه که باش اونجوری برخورد بشه تا یاد بگیره، تا بفهمه. ولی در پادشاهی خدا چیزها متفاوته. مسیح میگه دشمن خودت رو محبت بکن. کار خیلی سختیه. ما بعضی وقت همدیگر هم به زور محبت میکنیم، چه برسه به دشمنمون. و نکته موضوع اینه که ما باید در نهایت تا موقعی که طرز فکر ما نسبت به اون موضوعی که باش کلنجار میریم، باش مشکل داریم یا اینکه همش درش شکست میخوریم، تا موقعی که طرز فکر ما نسبت به اون موضوع عوض نشه و نگاهمون نگاهی نباشه که نگاه پادشاهی خداست، توی اون موضوع همش در واقع سقوط میکنیم، میافتیم و شکست خورده پیش میریم. و بهترین راه حل اینه که بدونیم که اولا خدا منو بخشیده. عیسی مسیح یک بار مرد برای تمامی گناهان من و ما این طرز فکر اشتباه رو داریم. بازم یک طرز فکر انسانی و دنیوی هست. این طرز فکر اشتباه رو داریم که فکر میکنیم تا موقعی که اعتراف کردیم به و ایمان آوردیم به عیسی مسیح، تا اون موقع مسیح گناهانمون رو شسته و پاک کرده، ولی بعد از اون وقتی گناه میکنیم دیگه واسه اونا باید یه سری کارهای دیگه انجام بدیم که اونها پاک و شسته بشه. انگار مثلا قدرت خون مسیح فقط تا موقعی که ما اعتراف ایمان میکنیم و بعد از اون دیگه قدرتی نداره. استادی که مسیح 2000 سال پیش برای گناهان ما مرد، برای گناهایی که ما هنوز به دنیا نیامده بودیم در آینده است و برای تمامی گناهان آینده‌ای که خواهیم انجام داد. پس خدا مشکل نداره اگه ما میافتیم، ولی باید اینجا طرز فکرمون، ذهنیتمون عوض بشه، تبدیل بشه به یک ذهنیتی که مطیع مسیحه، ذهنیتی که در مطابق پادشاهی خداست. اون موقع است که میتونیم با اون چیزهایی که امروز باهاش سر کله میزنیم و مشکل داریم براشون غلبه بکنیم و در نتیجه رابطمون با خدا در واقع کدر نمیشه. اون احساس گناهی که میکنیم چون میگیم من خیلی بارها اینو تکرار کردم و خدا دیگه شاید منو نبخشه و خودم شرمنده هستم از اینکه به حضور خدا برم. اگه اطمینان داشته باشیم که من فرزند خدا هستم و من رو بخشیده و من فقط کافیه به حضورش برم، بچهای من وقتی خطا میکنن، اشتباه میکنن، از من دور نمیشن و حتی یعنی محبت من نسبت به اونا کم نمیشه، فرقی نمیکنه، از فرزند بودن من چیزی کم نمیشه ازشون، بازم فرزند من هستن. پس میخوام این اطمینان رو به شما بدم که عیسی مسیح و خدای پدر شما رو دوست داره، شما رو محبت میکنه و حتی موقعی که در حال انجام عمل گناه هستی باز هم تو رو همونقدر دوست داره که موقعی که در کلیسا داری سرود پرستشی میخونی. محبت خدا برای تو بالا و پایین نمیشه. این ما هستیم و احساسات ما هست که بالا و پایین میشه و یک روز احساس میکنیم به خدا خیلی نزدیک هستیم، خیلی روحانی هستیم و خیلی پر از روح هستیم و روز دیگه احساس میکنیم که از خدا دور هستیم یا خدا از ما فرسنگ ها دوره. این احساس ماست که بالا و پایین میشه، احساس خدا نسبت به ما تغییر نمیکنه. میگه هیچ چیزی، هیچ قدرتی، هیچ فرشته‌ای، هیچ نیرویی نمیتونه، هیچ سختی و مشکلاتی نمیتونه ما رو از محبت او جدا بسازه. پس این اطمینان رو داشته باشید که خدا شما رو دوست داره، شما رو محبت میکنه و توبه حقیقی تغییر طرز فکر ماست. وقتی این کار رو انجام بدیم با پیروزی بیشتری تو زندگی روحانیمون جلو خواهیم رفت و رابطمون با خدا هم در واقع کدر نمیشه و از بین نمیره. امیدوارم که این ویدیو و این پیغام باعث برکت شما شده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.